هشدار والی به حکومت مرکزی، پیشنهاد اصلاح در غیر آن سقوط نظام. عطا محمد نور والی بلخ میگوید در برابر تمامی حرکت های زورگویانه و تصامیم ضد مردمی ایستادگی می کند و این سخنان را در هرات بیان نمود. دامنه فساد هر روز گسترده می شود و ارگ در این فساد نقش دارد. این وضعیت سلامت انتخابات پیشرو را نیز با خطر مواجه ساخته است. لغو کمیسیون مستقل انتخابات، اصلاحات برنامه بدیل در صورت برگزاری انتخابات و نظارت گسترده احزاب سیاسی در انتخابات پیشنهادات عطا محمد نور به حکومت وحدت ملی هستند. و می افزاید حکومت پلان مشخص و دکترین نظامی برای قوای نظامی افغانستان ندارد و هر روز صدها سرباز این وطن کشته می شوند. سلام به بازنگاه، خوش آمدین. من این نظری از شما مهمانان برای بحث بیشتر در این مورد آقای برنا صالحی، تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای جمال ناصر، اصولی آگاه مسائل سیاسی و استاد سخی منیر، استاد دانشگاه در رسید حضور در مهمان. بسیار خوش آمدین. آقای صالحی، اگر از شما آغاز بکنیم، حالا حرفایی را که اگر ردبندی بکنیم و یا دستبندی بکنیم، حرفای ساده نیستن. فساد در ارگ، لغو کمیسیون مستقل انتخابات، حتی مسئله سقوط نظام، فکر میکنین چه چیزی حالا باعث میشه که عطا محمد نور به عنوان مأموری حکومت بیایه به حکومت مرکزی موارد را مطرح بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مهمانان گرامی و بیننده‌های محترم سلام عرض میکنم. همونطور که محتوا و موضوع فرمایشات آقای عطا محمد نور تازگی نداره و مسلم است، اینمو مسائلی که من حیث مشکلات بسیار جدی هم در درون حکومت و نظام و هم در بیرون حکومت و نظام وجود داره، استادتا گفته و ما و شما هم میگیم. منتها یک مقدار اما حساسیتش اینجاست که استادتا محمد نور والی امی حکومت یا دولت هست و بر علیه حکومت و رهبری حکومت و نظام این حرفا را مطرح میکنه و انتقادات هر از گاهی داره و از جهت که آدرس این گفته ها هم که آقای نور است، این آدرس هم تازگی نداره، برای این که آقای عطا محمد نور از حامیان پروپاقرص آقای عبدالله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود و با تیم آقای عبدالله آمدن در ائتلاف با آقای غنی حکومت وحدت ملی را ساختند و آقای عطا محمد نور شاید از یک طرف او حوصله را که دکتر عبدالله نسبت به خلاف ورزی ها و کجروی ها و تعهد شکنی های آقای غنی داشت، آقای نور نداشته باشه، یا آن قدری که نسبت به مسائل و نسبت به تعهد توافقنامه کابل که میان دو جناح رقیب به وجود آمد به وساطت جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا، آقای نور استراتژیک نگاه میکنه، آقای عبدالله استراتژیک نگاه نکنه و سطحی نگر باشه نسبت به او مسئله، کلی به نحو میرسانه که یک سری مشکلات جدی میان دو طرف تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی وجود دارد. فقط تفاوت تمی است که آقای عبدالله سطحی نگر است و آقای نور برعکس بسیار استراتژیک فکر میکنند. در بحث تطبیق تفاهم نامه ببینین، یک طرف اصلاحات و همگرایی هست در حکومت وحدت ملی، یک طرف تحول تداوم و اصلاحات و همگرایی هم عمدتاً حزب جمعیت اسلامی افغانستان است و شما وقتی جمعیت اسلامی افغانستان میگین، خب یک کتله وسیعی از مردم افغانستان هستند که اونا از گذشته تا امروز، یعنی در 40 سال پسین افغانستان، یک وقتی حکومت را رهبریش در دست داشتن، یک وقتی دو حزب مقتدر جهادی، حزب اسلامی و جمعیت اسلامی، حرف اول در این کشور می زدن و در دوران مقاومت هم این حزب جایگاه درجه یک را در برابر طالبان و پاکستانی ها داشت و حالا وقتی میبینیم که استاد عطا محمد نور از آدرس جمعیت میایه واکنش نشان میده و دکتر عبدالله واکنش نشان نمیده، و نظر من که عبدالله اوقدر به جمعیت جوابگو و متعهد نیست که استاد عطا محمد نور است. شما وقتی خود جمعیت را در کابل مطالعه میکنین میبینین به او اندازه یک سازمان محکم و یک سازمان به اصطلاح سازمانیافته معلوم نمیشه، وقتی در بلخ میرین این را میبینین. آقای صالحی، برعکس دیدگاه شما
که شما گفتن آقای عبدالله به جمعیت زیاد پاسخگو متعهد نیست، اما برخی های دیگه وقتی حوصله دکتر عبدالله را به عنوان شریک 50% حکومت میبینن، میگن که حوصله دکتر عبدالله است که این نظام نیم بند هنوز سرپای سال است و او مصلحت های ملی را در مد نظر میگیرد. ببینید، این مصلحت های ملی و منافع ملی و وحدت ملی و اینا در کشور مثل افغانستان هم دروغای بزرگ هستند که همیشه گفته میشن، نوشته میشن و هیچ کسی به این گپا پایبندی نداره. آقای عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری برنده بود، حقش گرفته نتونست، ولی اومد خودش خوش میکنه به اینکه من صبر کلان دارم و به منافع ملی نگاه میکنم. وقتی تو به منافع ملی نگاه میکنی، خود منافع ملی از دو طرف باید مورد نظر باشه، خود طرف مقابل تم وادار به این بکنه به منافع ملی که تو میگی او هم پابند باشه. بنابراین من میخوام خدمت شما عرض بکنم که فرمایشات آقای عطا محمد نورینمو قدر که در برابر تیم رقیب یا حالا شریک قدرتشان که آقای غنی و تیمش باشه هست، اما قدر در برابر ناتوانایی ها، کمکاری ها، بیتوجهی ها و سطحی‌نگری های تیم خودی هم که در رأس شخص آقای عبدالله باشه هست. تشکر آقای اصولی. شما به احتمال زیاد که صحبت های آقای نور هم شنیدین، حرف و حدیث هایی که با آدرس حکومت مرکزی مأمور بر حال حکومت وحدت ملی در ولایت بلخ میزنه، فکر میکنه ناشی از چی بوده میتونه؟ چه چیزی از دید شما آقای عطا محمد نور وادار به این میسوزه که حرف های تا سرحد گذشته از خط سرخ، یعنی بحث سقوط نظام را مطرح بکنه؟ دلو بخون که خدای پنا مورد مجلس گردونوال و تا در تلویزیون لیدون تا سلامون آوران دیکم. گوری در افغانستان در نظام پا پرزد باندی دو پدیدی ولاری دی. یوا پدیده آقا دا چه مستقیم دول سلا پلاس که در افغانستان پا نظام در نظام پا مقابل که جنگی. بلا پدیده چه در طول خطرناکترین دا آقا در نظام دنه ندا. یوا خو آقا شو چه طالبان دی، داعش ده، القاعده ده، او نور هغه ډلې چې د افغانستان د اوسني نظام پر ضد باندې جګړې کوي. یوه هغه ډله ده چې اوس برحاله په قدرت کې دي او د نظام د ړنګولو دپاره دوی چیغه او نارې وهي چې هغه خپله دا عطا صاحب دی، دې ته ورته په لسګونو نور دي. اصولی صاحب، اینا ادعاهای خود تعریفی که شما میتین برشته نمیگن، میگن که ما خواست های مردم را مد نظر میگیریم. زم دی مسئله تر ازم، هم دی مسئله تر ازم. گوری عطا محمد نور او ورت نور د دوی ډاله چې کومه ده، دوی خپل ګټې د تل دپاره په هغه کې ویني چې په افغانستان کې جګړه وي. که دغسې نه وي نو ولې دوی غواړي چې مرکزی نظام له پښو وغورځوي؟ کلونه کلونه کېږي چې دای د بلخ د ولایت څوکۍ ناست دی او په ځان پورې تړلې دا علاقه وینه. ولې غواړي چې مرکزی حکومت کمزوری وي؟ ولې دا مسله قومیت، ژبې او نورو مسایلو ته بیایي چې ملت سره پاشي؟ د افغانستان ملت یې پاشلی هم دغو ډلو. دای که د فساد نارې وهي، دای که دغه څه نارې وهي چې د افغانستان نظام یې کمزوری کړی، یو د غټو عواملو څخه یې دای. څوک پیدا کیږي چې دته ووایي چې 15 میلیارده ډالر دی چیرې د کوم ځای کړل؟ دا 1 میلیارد دی د کوم ځای کړل؟ دا 40 میلیونه دی د کوم ځای کړل؟ څوک شته؟ یعنی دوی غواړي چې هغه خپلې کړنې په دې کې خوندي کړي. دا د یوه مثلا طالبان دومره مضر نه وو د افغانستان دپاره لکه دوی چې مضر دي. مضریت یې په څه کې دی؟ دوی نه پرېږدي چې مرکزي حکومت قوي شي او د طالبانو په وړاندې وجنګېږي، دوی د پښو رانیسي. دای په کوم جبهه کې و، دای په کوم ګوند کې و؟ ګورئ، که موږ تاسو حقیقي بحث وکړو او دغه دا هیواد چې په ټولو ګران دی او ټول د دې نارې وهو، نو د هر څه به تیریږي او زموږ دپاره به ملي ارزښتونه مهم کیږي. که د ملي ارزښتونو په رڼا کې دا وګورو، نو راشو لږ به تاریخچې وڅېړو. همدغه جمعیت و، همدغه اسلامي حزب و، همدغه نورې ډلې وې، دغه اووه تنظیمونه چې راغلل کابل یې کنډواله کړ، همدا کابلیان یې په تراویه زرو ووژل. چا ووژل؟ دغه همدا خلک وو. کله چې په کابل کې پښې سره ورته کړي، کابل یې کنډواله کړ، په کار وه چې یوه الهي پرښته نازله شي تر څو چې دوی افغانان د دې مسئلې څخه خلاص کړي. آ الهي پرښته په هغه وخت کې طالبان وو.
طالبان پاکستان را وزیګه ول امریکا را وزیګه ول ارچا چې را وزیګه ول راغله افغانستان ته کابل علاقه تر خلاص کو دا چې دوی سره پنجابیان او هغه بل مسله ده دا چې دوی پردی او هغه بل مسله ده خو په کار و چې څوک پیدا شي وای او یا زره یو ځای وژل طالبان نه وای راغلی نور هم وژل ما وویل چې طالبانو خرڅېدنه او یا کېدنه دا بله مسله ده په هغې نه غږېږو هغه ټولو ته معلومه ده چې څنګه هغه دلیل چې تاسو مطرح کړ نو تاسو فکر کوئ چې د کوم نظام لاندې چې دوی کار کوي ژوند کوي د دغې نظام تر سیورو لاندې باید جګړه دوام ومومي چې دوی خپله منافع په غږ ګوري همدغه دلیل ده ګورئ د تل دپاره هغه نظام چې دوی ته خواړه ورکړي دي او دوی دومره پړسولي دي د هغې نظام پر ضد راجګ شوي دي همدغه خلک چې د اوس د نظام د ړنګولو چیغې وایي دې کرځي دومره وپړسول واکونه یې ورته ورکړل میلیاردونه ډالر یې ورته ورکړل تعمیرونه یې ورته ورکړل د ملت د بیت المال مځکه یې ورته ورکړه په زور یې ونیوي اوس هم 50% یو خوا اخلي 50% اخوا یوه ورځ د دولت سره جوړي بله ورځ د دولت پر ضد باندې راجیږي یو وروره خیرات دی اصولي صاحب یو خبر دا ده چې دی خپله هم د بلخ ولایت حتی سرپرست نه دی والي ده تر څنګ یې په حکومت کې ونډه لري د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا چې د معارف وزارت د ونډه ده سرمایه وای سرمایه است نو فکر کوي ولې بیا هم راضی د حکومت پر ضد خبرې کوي اساسا دلیل څه کیدای شي تاسو نظر ګورئ که حکومت په هغه ډول چې په کار دی او په سیمه کې نور هیوادونه دي هغوی کوم حکومتونه چې لري قوي په ځان بسیا نو بیا دای په مزار کې یوه ورځ والی هم نه پاتې کیږي موږ دا منو چې موږ عملا په جنگ کې یو موږ دې ته اوزګار نه یو چې اوس دولت راجیږي د اتا سره هم لاسو ګریوان کیږي د بل سره هم کیږي د بل سره هم کیږي یعنی یو علت دا دی چې دی نه غواړي چې د افغانستان مرکزي نظام قوي شي ځکه دی بیا د څوکۍ لرې کیږي او د ده نه پوښتنه کیږي چې تا دغه تعمیرونه تا د شهرکې او دا دغه پیسې چې پیدا کړي دا د کوم ځایه کړي او دې ته ورته نور تشکر یعنی په ټولو قومونو کې مافیا شته دی هغه مافیا نه غواړي چې د افغانستان نظام پیاوړی شي داخلي دښمن د ټولو څخه مضر دی داخلي دښمن څوک دی همدغه کړۍ دي چې نه غواړي چې که د ملي فکر درلودی او ده غوښتی چې د افغانستان نظام پیاوړی شي نو د ملي ارزښتونو د ساتنې دپاره به یوه ورځ هم په بلخ کې پاتې نه وای ده به استعفا ورکړې وای ولسمشر ته به ویلي چې زه تابعدار یم زه دلته نور نه پاتې کیږم تشکر جناب استاد دو تا دیدگاهی که در ضمن سخنان آقای نور مطرح میشه یکی که اونا به دنبال حق خود هستن خواستگاه اصلی دیدگاه های از اونا خواست های مردمی است که اونا این دیدگاه را مطرح میکنن اما جالب دیگه آقای اصولی است که میگه قوت نظام ضعف از اینا است و اینا در حقیقت بدتر از طالبان کسایی هستن که در داخل نظام علیه نظام آستین برزدن فکر میکنین واقعا مشکل اصلی در امو انحصار قدرت در ارگ است که فغان همه را بلند کرده یا ای که گپ در منافع شخصی اشخاص است که علیه حکومت صدا بلند میکنن خب به نام خداوند بزرگ اول خب عرض و حرمت به هر دو بزرگواری که در بحث هستند به شما بینندگان عزیز شما اساسا وقت با چنین سخنا مردم افغانستان مواجه میشه تعریف یک تئاتر سیاسی لجام گسیخته را در افغانستان ما میشنویم ما در یک لجن سیاسی بسیار خطرناک فرو رفتیم در افغانستان اساسا نه بحث اپوزیسیون مطرح است نه بحث حزب مطرح است و نه بحث یک روند هماهنگ مردمی مطرح است بحث جزایر قدرت مطرح است جزایر قدرتی که همه پول سیاه داشتند ولی اینمی خارجی ها خواست که اینمی پولداران سیاه را در یک گروه با هم یک جا بسازند حکومت وحدت ملی شیشه شکسته روی سه عنصر نه توانایی وجود دارد نه مدیریت وجود دارد نه برنامه وجود دارد اگر حکومت وحدت ملی از بحث اصلاحات که آل صورت میگیرد وعده هایی که داده شده بود به مردم افغانستان اگر این واقعا مهندسی میشد ملی مهندسی میشد در حداقل نیمه ملی مهندسی میشد امروز وقتی ساختار اعضای این کمیسیون به نام مستقل انتخابات میبینین این چهره ها و این تزلزل ها و این پرداخت های ضعیف دیگه وجود نمی داشت واقعا افراد فهیم و دراک و افراد مسلکی وجود می داشت
اگر شما ایتو تصور میکنین که تنظیمای دیروز اسم میشن ارگس، هیچ وقت تنظیم هایی که دیروز بودن، شما وقتی به یک تنظیم مراجعه کنین در طول 30 سال تا حال نتونستن که کنگره خود یا مجلس مؤسسان خود دایر کنن. این معنای از این را میده که همه سیاست زده شدن، سیاست زدی حکمی، از دیگه جای دستور میگیرن، از دیگه جای مهندسی میشن. وقتی آقای عطا والی بلخ که قبولم داره والی بلخ هستک، در برابر کسی که در رأس قرار داره، در برابر کسی که دیروز در یک گروپ اجماعی با او یک جا شده بود، ولی شما آگاهی پیدا کرده کسایی بودن که پول مصرف کردن که فاصله بین آقای عطا عبدالله را با وجود بیارن، کسایی بودن که پول مصرف کردن که اینا را با هم باز یک جا ساختن، اما آقای عطا گفت که من اشتباه کردم و طرف عبدالله رفتم، بازم با هم اینا قول دادن. ولی چی شد؟ به این کارنامه تاریخچی امی حکومت وحدت ملی درس شده را که خارجی ها نمیمانه بالکل بشکنه، این کار خارجی هسته که نمیمانه بشکنه و این قاب کاملا بشکنه. شما ببینین از نظر تاریخچه ما طی 3 سال و چند ماه چقدر تلفات دادیم، چقدر خون ریخت، چقدر جغرافی افغانستان تخریب شد، چقدر افراد سیاه دیخی داخل یک جنگ استخباراتی عمیق و نیابتی و روایتی در افغانستان شد. پس بحث شخص نیست، امی مجموعه یک جای شدن. آقایی که امروز در رأس قدرت است، بینه تو رو محاسبه کنین. وقتی میگم من رئیس جمهور منتخب هستم، شما به دور دوم انتخابات مراجعه کنین. چند فیصد رأی داشت؟ چی کرد؟ بانکای مالی را، بانکای رایدهی را، بانکایی که پول سیاه بودن، کل از این خالجی ها برای مهندسی که جمع کرد، چون ثابت بود که در دور دوم انتخابات کرزی رئیس جمهور است. حالا من برای شما میگم، از همین تریبون شما، بالاخره 6 ماه بعد ثابت میشه که کی رئیس جمهور افغانستان بشه، ولی این مردم افغانستان تصمیم نمیگیره. این هم استخباراتی که در طاق بالاش تصمیم میگیره. اینجا بحثی است که از نظر روانی کل مردم افغانستان اینا ساییدن. چیز به نام روان در افغانستان وجود نداشته. سراسیمگی، بی‌مدیریتی، بی‌برنامگی، کشتار، خون، عمله‌های انتحاری یکی پشت دیگه هزهان مخشوص ساخته. هیچ کس معترف نیست، هیچ کس اعتراف نداره که من 1% تقصیر دارم. همه کس بالای همه کس در حال خیزش است، همه کس بالای همه کس در راه نقد است، ولی مردم من حیث یک قوی استراتژیک در یک جای دیگه باقی مانده. مردم حق داره که بعد از 4 دهه جنگ، خون، کشتار، بدبختی و مصیبت داخل یک جریان زندگی سیاسی حداقل شود. این کس برای مردم نمیتونه. فقط یک 500 یا 300 یا 450 نفر تکدارها هست. حال شما میبینین آستاستا تکدارها، جزگرهای سیاسی، دلالای سیاسی آستاستا باز قد بلند میکنن، چون انتخابات ها نزدیک هستن. به این خاطر هانچی را که آقای عطای نور میگه، شما پیشتر یک بحث را انداختین به نام منافع ملی. کجای ازی با منافع ملی هستن؟ منافع های حلقوی و شخصی و منافع های گروپی اینجا مطرح هستن. کاش ما یک استراتژی به نام خط منافع ملی می داشتیم. کاش ما می رفتیم به سوی اجماع. همین دولت با گفته خودشان که متفکران هستند یا متفکران جهان هستند، با تاسف اصطلاحی رو استعمال میکنن که میای آدم در جان آدم شاخ میشه، متفکران جهان حداقل اجماع رو به وجود آورده نتونستن، حداقل وفاق مردمی و قومی ملی رو به وجود، حداقل وفاق سیاسی رو به وجود. پس این تعریف یک لجن سیاسی است. امیدوار هستیم که ما بتونیم از این لجن سیاسی زودتر خود خارج کنیم، داخل یک قاعده بریم مانند کشورهای دیگه، بر رسم و آیین سیاست که یک جزء هنر و پرکتیک است خود داخل بسازیم. آنچه را که به عنوان عدالت در تقسیمات سیاسی یا در مشارکت سیاسی آقای نور مطرح میکنه، این طرف یک دیدگاه حاکم است که آقای اصولی به او پرداختن. بله. منافع آقای نور در دوام جنگ است، به این خاطر این مورد را اشاره میکنن. اینا خطرناکتر از طالب هستند، در داخل نظام علیه نظام کار میکنن، ولایت را محکم گرفتن، مردم را رها نمیکنن. عامل اصلی مشکلات هم اینا هستن، مشکلات را خودشان اشاره میکنن، عاملش هم اینا هستن. و بحث سرمایه های آقای نور که هر از گاه وقتی آقای نور صدا بلند میکنن منتقدینش را مطرح میکنن. پاسخ شما
به عنوان یکی از شرکای محسوس. ببینید، من نمایندگی از آقای نور کس دیگه صحبت نمی کنم. من دکتر سروش میپرسن، میگن که در بین یک 60,000 بیت مولانا کدامش بسیار خوب یافتی؟ میگه اینمو بیتش که میگه تو مگو ما را بران شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اصلا رهبری یک ملت یک شخص کریم میطلبه، یک شخصیت جامع میطلبه که متاسفانه اشرف غنی اونطور یک شخصیت نیست. با اشرف غنی کار کردن مشکل است. آقای اصولی میگن که مشکل جدی اول طالب هاستن، بعد استاد عطا. ما میگم مشکل اول طالب ها شاید باشن، ولی مشکل اساسی تر غیر طالب ارگ موجود است. برای چی؟ برای که اینا متعصب هستند، اینا تبعیض می‌ورزن، اینا به منافع ملی باور ندارن، اینها به ارزش‌های دینی باور ندارن، اینا به ارزش‌های جهادی باور ندارن، اینا زن فرزندشان در داخل وطن نیست، اینا یک پروژه ساخته شده از غرب و ایالات متحده آمریکا هستند، به جعل و تقلب روی شانه‌های مردم افغانستان تعمیل شدن و امروز آمدند در افغانستان مستبدانه، تکروانه، خودخواهانه. یک رئیس جمهور میای، هم رئیس جمهور است، هم رئیس کمیته اقتصادی است، هم رئیس تدارکات ملی است، هم امر نهی میکنه، هم در امور خانواده و امور منزل مردم همی معقب میزنه، متفکر جهان هم نام عزیز. ما به جای استاد عطا باشم دیوانه میشم، از این وطن هجرت میکنم. 40 سال مبارزه کردم، مالی آمده بالای سر می نمیقسم، یک آدم حکومت میکنه زورش هم امریکاست. شما ببینید بس قومی اصلا اینجا مطرح نیست، بس کدام چیز دیگه مطرح نیست. اگر کسی اندک فکر داشته باشه، والی بلخ چی که کل افغانستان برش بیتی و استاد نمیشه، او میخیزه گپش میزنه. استادتا شهامت داره، غیرت داره، ارزش ها پیشش ارزشمنده است. به با یک تفکر بسیار کلان پشت سرش خوابیده و ایوره تا امروز آورده به این صحنه و به این عرصه و به این جایگاه رسانده. نمیتونه در برابر همه چیز خاموش باشه. قسمی که دکتر عبدالله است، این طور نیست که به ارزش‌های ملی و افغانی و جهادی و اینا یک کسی باور نداشته باشه او خوب باشه، و به ارزش‌های غربی اگر یک کسی باز باور نداشته باشه و در برابر یک دست نشانده خارجی بیای حرف مردم و عدالت را بزنه، بعد او خوب نباشه، بد باشه. به این عادلانه قضاوت بکنم. اما هر که میشه استدلال شما کرده که استدلال چه داره منابع پولی از اینا قرار شما میگم. بحث قراردادها بالا از اینا قرار شده به این خود سوال میگم. من چی میگم؟ همین برنامه پولی استادت ها درست است؟ استادت های قدر پیسه از کجا کده امرایش حساب شده؟ آخه آقای رئیسی هم مرتا آمدید تمام قراردادها را زیر نظر خودت میگیری، بعد با دومادشان از چی هستم و لبنانی میتی خوب به هیچ جواب داری؟ خب یک دوست ده اگر تو میایی دوست خطاب میکنی یک آدم، خب یک دوست دیگه خودت هستی. آیا میشه با خباست را پاک کرد؟ که نمیشه. به اون نسبت هست که اینمو حرفی را که منیر صاحب گفتن، وضعیت به شکل دهی کشور هست که هیچ کسی جایگاه خودش را نمیشناسه، هیچ کسی نسبت به ارزش‌های کلان ملی دهی کشور احساس مسئولیت نمیکنم. متاسفانه من شما را متهم میکنم، شما مرا متهم میکنین، و همونطور که قبلا شعر براتون خواندم، یک کاریزما یا یک شخصیت یا یک اتوریته بزرگی که بتونه همه را در اطراف خودش جمع بکنه اصلا وجود نداره. رهبران حکومت وحدت ملی جز اطراف اکناف خودشان هیچ کسی را نمیبینن. اینا عقده‌ای هستن، اینا تنگ نظر هستن. تو که شما که برام میگین دکتر عبدالله آدم بسیار با حوصله است، آدم با حوصله کجاست؟ چهار نفر یک دور پیش از این هست، اینمو کسی که در فیسبوک اگر برش خراب نوشته میکنه، اینمو آدم اجازه نمیده پیشتر بیاید. حق داره، برادر از اینمی وطن است، باید با این یک مشکلات هست که متاسفانه تا پیش از این که ما این را بیاریم سر استاد تا خلاصه بکنیم، باید سر اینمو وضعیت عمومی و در رس وضعیت عمومی که چه کسی قرار داره از اوجه شروع بکنیم. متاسفانه هر گپ امروز اگر کسی میخواهد در برابر این حکومت بزنه، عاجل از طرف ارگ، از طرف شورای امنیت، از طرف اداره امور او را میزنن به نام نمیدانم که اینا سرمایه هایشان اینطور شده، اینا قومگرا هستن، اینا چی هستن چی هستن. یعنی شما فکر میکنید بیشتر سیاست توته هم خیلی نقش داره در برنامه؟ کلن در برنامه حکومت مانند حکومت عمل نمیکنه. رئیس جمهور من حیث زعیم ملی و کلانی کشور متاسفانه عمل نمیکنه. بسیار تیمگرا، بسیار متعصب. من تعصب میگم، تعصب معنایش نیست که بسیار قومگرا باشه، اما قومی که رئیس جمهور منتسب به او است، اما قومم در بدر است. دست از تعصب به معنای تک منبعی، یعنی
اینمو چهار تا آدمی که در اطراف ازی بودن هستن و با این میمانن و در منافع شریک هستن، فکر میکنه که دیگه در این کشور هیچ آدم نیست. کسی که در گذشته جنگ هم کرده خیانت کرده، کسی در گذشته در وطن هم بوده او خیانت کرده، کسی که برادر از تیم ازو نیست، آدمی است که باید سرمایه‌اش هم گرفته شود، خودش هم زده شود، وطن هم او برادر شما در وطن در تاریختان سراغ دارین که یک آدم میاد با 2 میلیون رای تو را به چی میرسانه؟ به قدرت میرسانه. حالا او همو خوب یا خراب دوستش بلند میکنی میگیم اگر شما دیگه کارای چی نمیکنین بیاین بسکشی بکنین امروز ازی. امروز یه دوست شما تبعید است. خب انصاف شما یک دفعه چقدر شما جامعه کمالات نیستین، فرشته آسمانی نیستین که از همه چیز شما پاک باشین و بعد حتی معاون شما هم به فساد آغشته باشه. این روز حق زندگی کردن کسی به مزدور در دروازه شکار نمیکنه که تو به کلان افغانستان و اون معاون خودت هم مست کرده ای. تشکر. سپاسور آقای سولی. آقای صالحی میگن که بحث طالب را هم اگر به نحو کنار بگذاریم، ارگ خودش یک مشکل درجه یک است، در کنارش باورهای موجود در جامعه افغانی از اینا ارزش نداره، باورهای دینی و جهادی در ضمنش. اینا به صراحت گفتن که رئیس جمهور و تیمش یک پروژه غربی است که تحمیل شده بالای افغانستان، به جل و تقلب آمدن، مستبدانه کار میکنن، چند کاره هستن، غیرت و شهامت حالا بگویم خدمت به وطن ندارن. در کنار از این استادتا از یک تفکر صحبت میکنه که 40 سال مبارزه کرده که منظورشان حزب جمعیت است، خباثت در کار مسئولین ارگ است. این موارد را فکر میکنین پاسخ شما چی بوده میتونه؟ سیاست توطئه هم جمعی وضعیت گوری کم تلویخت کلن خدمت اول خودل تیام مسئله دارم 40 سال مبارزه جهاد څو کاله و چې کله روسان په افغانستان کې وو، کله چې د افغانستان نه روسان ووتل اول به یې دا واضح کړو چې د افغانستان ملت جهاد کړی دی نه جمعیت. جمعیت یوه ډله وه چې پنجشیر کې وه او په نورو ولایتو کې ډېر کم نظیره معلومېده. دلته نور تنظیمونه وو، تنظیمونه چې په افغانستان کې جهاد کوو د هغې سره ملت ورسره وو. تر هغې جهاد وو چې روسان ووتل د افغانستان څخه نور جهاد ختم شو. دا غینه ورسته چی شو؟ غلا شروع شو، چور چور شروع شو، چپاول شروع شو، د خلکو په ناموس تیرای شروع شو، په مکرویانو کې نهید د 5 منزل نه راوغورځوله، په زرهاو همدغس معاملې شوي دي، د خلکو کورونه یې چور کړل، د خلکو برړونه حتی لرګي پرې نه خودل، دای ترې وړل. دا 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 څه وایې تاسو په دې کې؟ دا خدمت دی؟ دا خدمت نه و. رئیس جمهور و تیمش پروژه تحمیل شده بالا افغانستان است، پروژه غربی هاست. طول مسائل تر ازم یو خود تعصب موضوع یاده شوه کنه او بل دا یاده شوه چه توطیه جوری توطیه چی جوری دای دموک تعصب هست چه دلتا پا میز بنده نستی. زه دی دولت نماینده نیم، حقیقتو نوایم چی دی کم خواه چی دی وست موک تعصب نستی پا دولت تم بد و رد وایو احمد تایم وایو محمود تایم وایو دا ازادي ده بیان. څوک راغلی دي ما وته دغه ځای نیولی چې نن دا سوال وویل که چیرې تعصب موجود وای؟ اما اینا گفتن که دوسیه سازی میکنه موارد را چاته جوړه شوې ده؟ چاته جوړه شوې ده؟ یو دوه نخانی دی را وخی چې دلته جوړه شوې ده. خب اینا گفتن که حتی رئیس جمهور به معاونش که با 2 میلیون رای او را آورد رئیس جمهور ساخت وفادار نیست. معاون چی جیگی گوری دا هو دیر خخ کار و معاون چی جیگی پا یو سپینگیر باند جنسی تیرائی کوی آیا دا دا افغانیت او دا اسلامیت په چوکاټ کې موضوع ده؟ آیا دا موږ منو چې په سپینګیری د جنسي خب امی مورد اونا قبول نمیکنن، میگن کی یک توته است. نو حاضر ده چې محکمه ته که محکمه نه برات وخت هیڅ مشکل نه لري خپل ماوند دی ګورې تاسو موضوعات زه درته وایم. تاسو لاړ شئ ارګ ته د ټولو قومونو اشخاص بلته وینئ، ازبک، پشایی، هزاره، پښتون، تاجک، بل څومره قومونه چې موږ په افغانستان کې لرو. آقای اصولی دیروز در همی برنامه آقای عبدالولی نیازی نماینده مردم بدخشان گفتن ما به دکتر عبدالله چلنج میتوم که بره در ریاست جمهوری در ارگ در دفتر دکتر اشرف غنی 4 تا تاجیک را پیدا بکنه که به پای خود استاده باش در اونجا با صلاحیت کار کرده بتونه، چون این چیزی نیست. همه قسم خود ریاست جرایم به چالش کشیده. گوری زبط سالور نه په لسګونو به درته پیدا کم چې پارک په لسګونو نه په سلګونو به درته پیدا کم چې پارک کار کوي او د هر قوم څخه. مګر تاسو راشئ لس نفر ماته د ډاکټر صاحب عبدالله په دفتر کې پیدا کوي، دوه نفر د تاجکانو څخه د دوستم په دفتر کې پیدا کوي،
درې نفر ازبکان د دې د ډاکټر صاحب غنی ډاکټر صاحب عبدالله په دفتر کې پیدا کړي. په همدې ډول تاسو راشئ، دوه نفر هزاره د عطا په دفتر کې ماته پیدا کړي، دوه نفر پشهی ماته د عطا په دفتر کې پیدا کړي. نشته تعصب د دوی نه اصلا بوی کوي، ولې سترګې سره تړو؟ دوی تر اوسه ګورئ، زه یوه خبره وکړم، په افغانستان کې دوی رسمي ژبې دي پښتو او دري. څوک چې ملي سیاست کوي نو عقلا دومره خو به وکړي چې د خپل هیواد ملي ژبه زده وي. عقلا هغه رهبر به دومره وکولی چې د خپل هیواد ملي ژبه زده وي. دوی نه دي زده، دوی په یوه ژبه ګډیږي لکه زه چې ګډیږم. دوی په دوه نه غږیږي چون دوی تعصب لري. دوی نه شي غږېدای او بیا د ملي بودن چیغې وایي. آخه اصولی چیزی را که اینا به عنوان افتخار یاد میکنن شما او را خیانت میگن، از جمله از جهاد گرفته تا به می کار اقوام مختلف در دفاتر زیاد. جهاد منی دیویلی گوره، جهاد منی دیویلی ترقه وقت چه پا افغانستان که روسانو جهاد فرض و کلا چه در افغانستان جهاد و تا دوی لندغری شروع کلی، دوی چوره و چپاول شروع که مده اویل. اما اینا امیرم قبول نمیکن نو خلق استرگی تری دا 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 طول دی تربیون سخم خلق وینی دا کابل کندوالا کرد دی چا دی پاره دی پاکستان دی پاره د ایران لپاره په دوی خرڅ کړه. د افغانستان د اردو خو یې له منځه ویوړه، د افغانستان هغه اردو چې پاکستان سترګې ترې سوځي هغه یې له منځه ویوړه. چا وکړل؟ دوی وکړل. د افغانستان 4000 ټانکونه یې عرق کړل پاکستان او ایران ته یې ولېږل. خو اصولي اگر اته سوال جټان یې عرق کړل پاکستان او ایران ته یې ولېږل. په بحث زنده امروز اگر برگردیم، آقای عطا در مورد انتخابات هم گفتن که کمیسیون باید لغو شه، به خاطر از اینکه حالا دستکاری های در داخل کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره و حتی گفتن که رئیس جمهور معلوم است و کسی است که این حکومت بخواهد به خاطر دستکاری ها و دستبردی که وجود داره. گوره یه کمیسیون موجود بود، دکتر صاحب عبدالله همدغه عطا دیتا ورتا نور رهبران سرپکین است و خبری پی وکلی چه دغه کمیسیون دکار نده راولی نور اشخاص پا خواخه پا جمع همدغه موضوع جوڑا کرده همدغه خلقی راوستل د انتخاباتو کمیسیون ته یې ننویستل. نن بیرته همدا وایي، سبا ته چې احمد و محمود بیا راولي بیا همدا وایي. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې دوی قومي سیاست کوي، دوی ډلګۍ سیاست قومي نه قومي هغې ته وایي چې ټول تاجکان د عطا سره وي نه، یا ټول پښتانه د ګلبدین سره وي نه، دوی د ډلګۍ سیاست کوي او دوی وړای نه شي، ډارېږي د دې څخه. اوس نه همدا خبرې کوي چې تر څو یو څوک سبا راځي تشکر په پراسکی کیږي او بیا دوی د اول نه همدا مسایل جوړ کړي توتیا او داسې جوړ کړي تر څو چې د افغانستان مرکزی نظام بیا هم د پښو وي. دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مقتدر نظام وي، چون همدا خلک دي چې د ایران او د پاکستان او د هغه هیوادونو څخه پیسې درګرده ورته راځي تر څو په افغانستان کې یو حکومت نه وي. تشکر سپاسگزار. آقای منیر، از همون لجام گسیختگی را که شما در سخنان خود یاد کردین، دوام این وضعیت برای کشوری که کم کم میخواه به پای ساده شوه ولی هر بار به زیر پایش تیشه زده میشه از هر طرفی که، حال تعبیری هر کسی هر گونه است، وضعیت که دوام میکنه وجود داره دوام بکنه، فکر میکنین افغانستان رو به کجا سوق خواهد داد؟ بله، پیش از اینکه به این سوال شما ما پاسخ بدم، اگر مجوزه داشته باشم به اجازه شما، اساسا وقتی ما بحث میکنیم دوره جهاد یک دوره تاریخی علایده است، دوره اقتدار جهادیون یک دوره علایده است، با هم باید تفکیک کنیم، و دوره حکومتداری کردن یک دوره علایده است. چیزی که ما را پیچانده در این آشفته بازار ما گیر مانده می است که بپذیریم سرلو حکومت 3.5 سال و حکومت های گذشته است، شامل آقای کرزی، انصار طلبی، سکتاریزم فکری و سکتاریزم قومی سرطان‌های سرطان بوده که ما را به وضعیت بسیار خراب داخل ساخته. حالا میایم به سوال شما. در سوال شما یک چیز بسیار همده مطرح هست، چیزی را که حکومتدارا ای 420 نفر یا 350 نفر اساسا فکر نمیکنن. اولی که یک فکر عقلانیت قرن 20، یک فکر جدید، یک فکر مدرن در مخیله از یای داخل نشده. همیشه یا سر چیزهای بس میکنن، چیزهای فکر میکنن که چیگونه یک گروه را بزنه، یک گروه دیگر را چه قسم بزنه. شما در این تریبونا ببینین هر وقتی که اینا ظاهر میشن، حتی مجالس دینی
مجالس کاملا اجتماعی فرهنگی میباشه، ایوازی که به فرهنگ بپیچن، ایوازی که به اجتماع بپیچن، ایوازی که به این درونگرایی گرمابه بسیار خطرناک اجتماعی بپیچن، میخیزن احمد بد میگن، محمود بد میگن، از تریبون سوء استفاده میکنن. یک بحثی که جناب اصولی صاحب کردی است که ما مردم چرا بحث آزاد میکنیم و ما را کس غرض چرا نمیگیره. آله من آدم که آله فعلا مدرس هستم در پوهنتونها، آله من نه تفنگ دارم، نه پول دارم، نه زور دارم، نه قوت دارم، نه دیگه دارم. هر قدر که شب تا صبح گپ بزنم میگه بانش که بگویه. آله خود بان که ریز کنه، ریز از اینه کی میشنوه؟ این ریز از چی به درد میخوره؟ و ما از ریز از اینه به نام دموکراسی که خود ما برش عقیده نداریم استفاده میکنه، میگم اینه ببینین چی بیان آزادی رو افغانستان داره که پاکستان ایران نداره. اما آنچه که بسیار زیاد مهم است این است که آلام سر وقت است. آله ما به فکر بیاییم که از کدام نیرو استفاده کنیم، با کی استفاده کنیم، با مردم منعیس قوای استراتژیک چه قسم معامله کنیم. اینطور نیست که در این وطن کسی نباشه، اینطور نیست که در این وطن کادر نباشه. این بحث را که جناب اصولی صاحب میکنه در دوران جهاد، حزب اسلامی و حزب جمعیت الهی در واقع شاخصهای جهادی از هر نگاه بودن اینا، او دوره یک بحث علایدی دیگه خود داره، یک تحلیل علایدی دیگه خود داره که امیدوار هستم کتابایی که نوشته شده، اکثر کتابا جانب دارانه نوشته شده، عمیقا موشگافی نشده، دلایل گفته نشده، ولی بحث امروزی بحث است که ما با تعصب با لشکر 350 نفری وارداتی گرفتار هستیم. تشکر. و این لشکر وارداتی که با افغانستان که یک درک از واقعیت ها نداره، یک درک از مدیریت نداره، آل ما اینه میره چطور سره آل خود کسایی که اینجا بس میکنن سر از به این فکر بس نمیکنن که چوکی بگیرن. از این آشفته بازار که میگه گذشتیم و گذشتیم، بسیاری کسایی که کاریزما بودن، قدرت کاری رو داشتن، از این آشفته بازار گذشتن، میگن بان که امینایی که چوکی طلب هستن کار کنن. ولی کار کردن هم از خود یک اساس داره، یک بنا داره. به این خاطر ما نسبت با آینده با وجودی که اپتیمیست هستم و امیدوار هستم که فکر و عقلانیت قرن 21 در وجود از یک کنم تابلیت هم وجود نداره، واکسین را ما هم نمیشناسیم که اینا را واکسین کنیم یا پیچکاری کنیم، امیدوار هستم که در وجود از یک بیایه و ما از این حالت خلاص شویم و بریم به سوی یک راهکار زندگی. این خود افغانستان این چیزایی که ما این رنج زندگی است، این درد زندگی است، این مصیبت زندگی است، ما از این نجات پیدا کنیم و مسئولش هم اینا هسته، واضحه که مسئولین هم اینا هستن. تشکر. سپاسگزار. آقای صالحی، حالا کم کم معلوم میشه که ظاهراً اختلافات رنگ و بوی رقابت‌های انتخاباتی رو به خود گرفتن. آقای نور در پرات واضح به مردم گفته که سرباز ارگ و شورای امنیت و طالبان نشوین. فکر میکنین که برنده این وضعیت در واقع چه کسی خواهد بود؟ یک سو مردم هستن که اگر هر کسی به سراغشان میره فقط دایشان یکی از صلح، ثبات، حکومتداری خوب و هر عناوین خوب دیگه که مردم تشنهش هستن. از سوی دیگری کشمکش هایی که حالا عنوانش هر چیزی بوده میتونه. ببینین اصلا مردم افغانستان مردم عام و رعیت که شما بگوین در طول تاریخ با هم مشکلی نداشتن. هر مشکلی که بوده مشکل اینه چند تا آدم به اصطلاح کلان، سردمدار، سیاستمدار، چه موافق چه مخالف درون نظام بیرون نظام بوده. امروز هم امو وضعیت متاسفانه به شکل بسیار وحشتناک ترش از گذشته وجود داره، در این شکی نیست. رقابت‌های منطقه‌ای هم در زمین افغانستان متاسفانه یارگیری میکنه از اینمی صاحبان تنظیم‌ها، احزاب، جریان‌ها، حتی آدمایی که در رده‌ها و سطوح بالای حکومتی هستند، در این شکی نیست. بحث ما اینجا بحث جمعیت و حزب اسلامی و دوران جهاد و نمیدانم که چیکار کرده هم نیست. مردم افغانستان خودشان قضاوت میکنن کی در این وطن استاده، کی در این وطن خون داده، کی به خاطر منافع ملی، منافع دینی و ارزش‌های کلان مردم افغانستان فداکاری کرده، او را میگذاریم به نوشته هایی که شده و قضاوتی که مردم افغانستان میکنه. ولی انصافا شما بیاین این 3 سال حکومت وحدت ملی را که در رأسش آقایان غنی و آقای عبدالله هستند و به خصوص آقای غنی و تیمش است، از نظر صلح ما چقدر پیشرفت داشتیم، از نظر جنگ ما چقدر پیشرفت داشتیم، از نظر نزدیکی اقوام با هم برادر افغانستان با هم چقدر ما موفقیت داشتیم، از نظر رابطه ما با کشورهای منطقه و همسایه چه رقم، از نظر این ویرانگری رقابت قدرت‌های کلان در داخل افغانستان ما چقدر
عقب ماندیم و از نظر فقر و این دربدریه که مردم افغانستان دارن شما ببینین ما یک اوج بحران را در این وطن داریم از این دیگه بیشتر نمیشه باور بکنین اگر حضور قوتهای امریکایی در اینجا نباشه غنی عبدالله تیم شانمی حکومت وحدت ملی یک هفته پیش اینمی طالبه که امروز میگن هیچ نیروی نداره امکاناتی نداره اینا چی کرده بتانن ما حرف مایی است آقای نور است، آقای عبدالله است، آقای اشرف غنی است. در قدم اول ما من حیث مردم افغانستان توقع و انتظار ما از این نمو کسی است که خود را رهبری کشور میدونه. حالا به جل آمدی، به تقلب آمدی، اینمی یک نعمت الهی است برای تو داده شده تو مردم افغانستان را به یکشون ببین برادر تو پای هر کس توطئه و دسیسه و برنامه قوم و حزب و تنظیمی که پا نکن تو برادر اقتصاد افغانستان را به گروگان نگیر تو برادر همه چیز افغانستان را به گروگان گرفته ای و آمدی هنوز هم دیگه مردم هم متهم میکنی که این کردین و آن کردین تا زمانی که اینمی حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی وجود داره این وطن روی پیشرفت آسایش نمیبینه به خصوص در او عرصه که شما گفتین مسئله انتخابات برای آوردن مشروعیت سیاسی در یک کشور نظام که خودش نامشروع سی حکومت موجود انتخاباتی که زیر سایه اینمی حکومت برگزار شود ما از اینمی جبر شما این حرف میگم و مردم افغانستان میگم که مشروعیت را نمیاره و این حکومت پارچه پارچه و بیشتر از امروز به طرف امو جعلی شدن و تقلبی شدن متاسفانه پیش میبره تشکر آقای وسیلی حالا به عنوان سوال آخر با جنبندی اگر از ما بپرسم فکر میکنین که وضعیت موجود با این همه کشمکش هایی که وجود داره افغانستان را به کدام سو سوق خواهد داد یک دیدگاهی است که ما به سمت و سوی حالا به تعریف کسایی که حامیان حکومت وحدت ملی هستند به سمت سوی درست حرکت هستیم انتخابات برگزار خواهد شد و این روند در قسم ادامه پیدا خواهد کرد اما انتقادات از میال بسیار به اوج خود است کمیسیون مستقل انتخابات حتی بحث لغوش مطرح میشه مسیری که طی خواهد شد کدام مسیر خواهد بود کره پلو یکی که مختص نه وسنه حالت و چیرو خنه روان بده باید باوری و سو چون همدغه کړی دی چې عملاً په نظام کې وی او د نظام د تخریب لپاره راجګیږي مرکزی نظام ګواخي د دې په ځای چې آتا جګیږي مرکزی نظام ګواخي را دي شي ارکتا کې دیني د ولسمشر سره خوږی خی مشورې دی ورکې دی نه د ولس لپاره او د حکومت ولې لپاره کې دیني ور سره هغه خبرې دی ور سره وکي چې د ملي ارزښتونو او د ملت په ګټه وي یعنی دا کشمکشونه د افغانستان په ګټه نه دي موږ په ښه لاره اوس نه یو روان موږ مثبتې خواته نه یو روان علت یې همدغه دی چې نه پرېښودل کېږي تاسو په کوم هېواد کې لیدلي چې عملا والی برحاله والی وي او د خپل ولسمشر پر ضد باندې د ټریبیون نه بد وایي د نظام او د حکومت پر ضد باندې ټریبیون نه بد وایي ګورئ دا یو نادره خبره ده په دې هېواد کې بنان زه دوی ته وړاندیز لرم ټولو هغه ډلو ته چې د نظام په مقابل کې سیاسي خوځښتونه پیاوړي کوي دوی د کینی د ارک سره دوی د کینی د خپلو رهبرانو سره دوی د کینی د مشرانو سره ښې مشورې دې ورکړي په ښه لاره دې سوق کړي ملت د نور ملت ته د جنګ انګیزه نه ورکوي چې موږ ستړي یو نور که دې ملت ته د سولې د جنګ انګیزه ورکړي ملت نور د جنګ نه ستړی دی او دوی هم پیژني دوی هم ولس هم تر پزې ترې راغلی دی او دوی نشي کولی جنګ ته سوق کړي مګر په حکومت ته او په حکومتدارۍ تاثیر کوي نظام کمزوری کوي او د ولس او د ملي ارزښتونو په ګټه نه ده سپاسګزار جناب استاد با توجه به وضعیت موجود تصویر شما از آینده در ذهنتان چگونه است از آینده کشور آنچه که ما نزد خود تصویر دارم این است سه مسئله است ما امیدوار هستم که زمامداران دیگه قابل اصلاح نیستن اینا نه با هم میشینن نه با هم جور میین و نه در فکر معامله هستن خوب معامله گر هستن واقعیتش که 16 سال نشان داد در معامله گری بسیار کارت سرخ بلند دارن حالا باید مردم افغانستان بعد از این فکر کنن که دیگر بعد همچنان زمامداران بی مفکوره بی مدیریت بیکاره بیچاره تسلیم شده و موره های خارجی هرگز رای نتن فکر کنن که با کی رای بتن با کدام گروه رای بتن با کدام سردمدار رای بتن با کدام تفکر رای بتن که راگوشای آینده شان باز شود در غیر از او اگر انتخاباتی که با همی چهره ها صورت بگیره
حالت ما بدتر از حالت دوره گویا یک حکومت تحت نامت وحدت ملی است که او را جان کری ساخت. حال این دفعه رک تیلرسون اینطور خواست ساخت که در بگرام آمد صندوقها را خواهد آورد، گفت توی قرای بردی، توی این قرای میبری، توی کار هستی، توی کار هستی. دیگر چیز عزیز شد بنامید. سپاسگزار مهمانان عزیز که به بحثش فوردین. سپاس از شما نیز که تا این دم بازنگاه را دنبال کردین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار شما.